اسمت خان، امسال لژیونرامون خیلیشون برگشتن، یه خورده داریم میبینیم که برمیدی دارن برمیگردن، لژیونرامون کمتر میشن، این فضا رو چطور میبینید؟ والا با بیشتر از حتی فوتبالمون در اروپا لژیون داریم و بازیکنان خوبی هم داریم. شما ببینید ما بازیکنان که در لیگ امارات بازی تهران بازی میکنن، اینا لجبه لیگ داخلی دارن، اونا تجربه میادین بیرون ملدی دارن، چون با تیما و بازیکنان مختلف مقابله میکنن و این اعزام رژون خیلی باثره. و خب شما بازیکنان لوکان میارید که بازیکنان محلی از لوکانه از اجدبیه بهتره، بازیکنی از خارج میارید، منه که هفتکم در کنار این بازی میکنم، خودم میدونم که از این برترم، ولی چیه؟ خودش 5 برابر 10 برابر زیادتر از من پول میگیره و مصمر سمن نیست و نقش واسطه ها، آژانس ها و نقش خودت به طول فوتبال در تامین و توسعه فوتبال خیلی مهمه و نقش مربی ها، آگاهی و دانش مربی ها و آگاهی و دانش مربی ها با علم فوتبال روز میتونه فوتبال ما رو بگردون کنه. نگاه کنید لیگ ما و همه میشه این مربی ها میچرخن این گردونه، امروز نمیدونم گلگوهر بوده، فردا مثل رفسنجانه، فردا سلطانه، فردا نساجیه، دارن میچرخن. و خب این چرخش چی تحولی در فوتبال ما بودید میده، چی کار میکنه فوتبال ما رو؟ و من اعتقاد دارم که با این روش، با این کار، با این طرز آینده نگری فوتبالمون و استراتژی بلند مدت فوتبالمون ضرر خواهد شد. یادمه که چند وقت پیش آقای تاج گفت یه دلال 127 میلیارد تومان درآمد داشت، البته ما شنیدیم خیلی بیشتر از اینه، اما تو موضوع بازیکن خارجی بیکیفیتی که شما اشاره کردین فوتبال ما میاد، خود کمال کاویانی ها از بازیکن کاپیتانه پرسپولیس که امسال جدا شد میگه مثلا پریرا اومده 1.200 بهش پول دادن، 1,200,000 دلار، که همین موضوع عاد شده بالاخره حاشیه‌های زیادی بشه و الان می‌بینیم پریرا هم دائما داره صحبت مصاحبه می‌کنه علیه کامیابینیا که میگه مثلا این بحثا رو نباید مطرح کنه، اما به نظر من باید مطرح می‌شد. بازیکن بی‌کیفیتی مثل پریرا خب وقتی میاد، قبلا من پیشتر اشاره کردم گفتم بازیکنای بیارن از خارج که بازیکنای محلی مون لوکالمون وطنمون خیلی بهتر از اینه، چرا هم بازی می‌کنیم این پول بیشتری می‌گیره، من پول کمتری میگم در صورتی که من از این بحثتر و این از نقطه‌نظر روحی و سایکولوژی رو به هر بازیکن اثر میذاره، بدبین میشه. شما موقعی که بازیکن تو ذهنیتش نسبت به مربیش عوض بشه، اون بازدهی لازمه به شما نخواهد داد. بازیکن و مربی نقش بسیار بسیار بزرگی با هم دارن. موقع من بازیکن تمام 100% انرژی خودم رو مصرف خواهم کرد که باور کنم مربی، باور کنم مسئولم. موقعی که اگر شک و تردید داشته باشم در این مورد، تمام بازدهی رو من نخواهم داد. هر چی که من پشت بکنم، هر صحبتی که بکنم، دستور از مغز من میاد، از مغز من دستور میده، میگه این کار بکن یا این کار نکن. ولی طبیعتا زندگی مربی و زندگی بازیکن و آینده بازیکن تأثیر گذاره.